الاصل ان الرجال يبتعد عن النساء. بر اساس آموزه‌های دینی مردان باید از زنان جدا باشند و فاصله بگیرند. من اشد الفتن فتنه النساء. چرا که از جمله بزرگترین فتنه ها فتنه زنان هست. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم الرجال من الدخول على النساء. از این رو رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مردها رو از وارد شدن بر زنها و حضور در نزد زنها برحذر داشتند. الاختلاط بهن. و از اینکه با اونها هم نشینی بکنند، به صورت مختلط باهاشون همراه باشند و بنشینند. النظر. و همچنین از نگریستن به زنها منع کردند. لابد ان نغض البصر. لذا باید چشمان خودمون رو فرو بیاندازیم، پایین بیاندازیم. الکلام لا نتکلم عن النساء الا عند الضروره. و از هم صحبتی با زنان و سخن گفتن با اونها بپرهیزیم مگر به هنگام ضرورت. اذا تكلمنا نتكلم عند الضروره لكن بكلام حق بكلام فيه رجوله لا نلين لهن بالقول. و اگر به ضرورت مجبور بودیم که با زن نامحرمی سخن بگیم، در حد ضرورت یا به حد ضرورت بسنده و اکتفا میکنیم، سخن حق میگیم و از گفتن سخنان ناشایست و نرمگویی و تغییر در صدا و چنین مواردی پرهیز میکنیم. فی المسجد فی بیوت الله نجعل باب مستقل للرجال و باب مستقل للنساء فما بالنا بخارج المسجد. لذا وقتی که در رابطه با مسجد که عبادتگاه مسلمان هست یک در رو به خانوم ها اختصاص میدن و در به دیگری رو به آقایون، در رابطه با سایر مکان ها و موقعیت ها چه باید گفت که فتنه به مراتب بیشتر هست؟ نعم فلا يمكن اننا نرضى بهذا الاختلاط. لذا شایسته است که نپسندیم و راضی نشیم به این که زنان و مردان با هم اختلاط و همنشینی بکنند. فی الاعراس در جشن‌های عروسی. فی البیوت در خانه ها. فی المحلات التجاری و ما الى ذلك در محل کسب و کار و در بازار. نعم المرأة كذلك لابد ان تحتجب الحجاب الشرعي. از این رو زن باید حجاب شرعی رو رعایت بکنه. حتی بین الناس يقول فلانة من الناس والله هذه المرأة مرأة صالحة تقية لا تكلم الرجال. حتی در بین مردم هم نتیجهش این خواهد بود که خواهند گفت که فلان خانم از فلان طایفه و فلان خانواده هست و زن محترمی است و از او به بدی یاد نخواهند کرد. و قال ان فلانة من الناس نصرها و السلام هذه سيئة هذه تكلم الرجال. اما خانومی که ضوابط شرعی رو در روابط رعایت نمی‌کنه و حجاب شرعی رعایت نمی‌کنه، چه بسا مورد حرف و سخن قرار می‌گیره و مردم درباره او حرف و سخن خواهند گفت. و بعض النساء كذلك تقول هذا رجل مسلم صادق محترم نحن لا نستطيع ان نتكلم مع هذا. درباره مردان صالح هم همین گونه است که چه بسا خانم‌ها میگن که فلان مرد یا فلان شخص انسان محترمی است که حتی با او صحبت هم نمی کنیم و نمی تونیم صحبت بکنیم. و انت اختار لنفسك. لذا اینجاست که انسان خودش هست که برای خودش انتخاب میکنه. هل تريد ان تكون من الصالحين او من الطالحين نسال عليه السلام والله اعلم. انسان خودشه که انتخاب میکنه در صف صلحا و نیکوکارانی باشه که ازش به خوبی یاد میکنن یا انسانهای بدنام یا بدکرداری که ازش به خوبی یاد نمیشه. انتخاب با خود انسان هست.